صحبتم در مورد مرگ هست که گوینده و شنونده و همه من و شما به آن باور داریم و این روزا به بیخ گوشهای من و شما رسیده است. به نوعی همه من و شما از آن ترس داریم. حتی وقتی که در مورد مرگ فکر می کنیم وحشت و دهشت وجود ما را فرا می گیرد، در حالی که همه ما آن را قبول داریم. فاجر و فاسق، مسلمان و کافر، با وجود این هیچ کسی دوست ندارد که با مرگ روبرو بشود، در حالی که هیچ کدام ما از آن گریز نداریم. هر روز مرده ای را تشییع می کنیم، هر روز در جنازه شرکت می کنیم، هر روز به قبرستان سر می زنیم، هر روز اعلان فاتحه است و فکر می کنیم که این فقط راه فلانی بوده است که رفته و شما نمی خواهید به اون راه برویم. فلانی مرد و از این دنیا رفت، خبر مرگ فلانی را شنیدید ولی هرگز دوست ندارید که خبر مرگ شما را دیگران بشنوند. هیچ کس از مرگ مستثنا نیست، چون پیامبر من صلی الله علیه و سلم را الله میگوید انک میت، انک میت، پیامبر تو میمیرید، انهم میتون و انها هم میمیرند. وقتی برای پیامبر اعلان میشود که تو میمیرید، دیگه باید طمع از زندگی قطع شود. اگر کسی جاویدان باقی میماند، والله محمد رسول الله سزاوارتر بود، والله اقتر بود و حقدارتر بود، چون او پیامبر بود، چون او پیام الهی را میرساند. او باید الان در میان ما میبود، او سزاوار بود که زنده میماند، اما او زنده نماند. پس همه من و شما باید امید زنده ماندن را نداشته باشیم. فقرا میمیرند، اغنیا میمیرند، کوچک ها میمیرند، کلان ها میمیرند، انسان های مریض میمیرند، انسان های جور میمیرند، همه ما میمیریم. والله بعد از 100 سال شاید الان کسانی که در این مسجدن هیچ کدام من و شما زنده نباشه. مرگ در همه جا به سراغ ما می آید، اگر در خانه های گلین باشیم هم به سراغ ما می آید، اگر در قصرهای سلطنتی زندگی کنیم هم به سراغ ما می آید. هر جا که باشیم مرگ به سراغ ما می آید و مرگ پروای هیچ کس را ندارد. عزیزان، هنگامی که مرگ به سراغ حضرت معاویه بن ابی سفیان رفت، در حالی که او امیر بود، فرمان روا بود، هنگام وفات به اطرافیانش گفت مرا بنشانین که من بشینم، گفت مرا بنشانین که بشینم. وقتی که نشستن شروع کرد به ذکر الله و یاد الله شروع کرد، خدا را یاد کرد. سپس گفت الان یا معاویه تجئت تذکر ربک، الان آمدی ذکر پروردگارت را می کنید، بعد از پیری و زئیری الان خدا را یاد می کنید ای معاویه. سپس گریه کرد، گفت پروردگارا بر این موسفید رحم کن که بر غیر از تو بر کسی دیگر اعتماد ندارد و بر از غیر از تو بس کسی دیگر امید ندارد. پروردگارا گناهانش را ببخش، این موسفید گناهانش را ببخش. دعا کرد و سپس روحش را تسلیم می کند. خوشا بر حال تو ای معاویه، فرصتی یافتید و دعا کردید، فرصتی یافتید گریه کردید. معلوم نیست که مرگ من و تو چه خواهد شد و چه گونه خواهد بود. هارون الرشید دائم حج می رفت، عمره می رفت، روزه می گرفت، صدقات می داد، خیرات می داد، در جهاد شرکت می کرد. یک سال می رفت به جهاد و یک سال می رفت عمره. خلیفه هارون الرشید با وجود این همه هنگام وفات این آیه را می خواند، ما اغنى عنی مالیه هلك عنی سلطانیه. فایده نداشت برایم ثروتم، سلطنتم و قدرتم از دستم رفت. وقتی مرگ به سراغ عبدالملک بن مروان رفت، این خلیفه گفت یا لیتنی کنت غسالا، ای کاش که لباسهای مردم را میشستم. این پادشاه است، این خلیفه است، در آخرین لحظات مرگش آرزو میکند که ای کاش که لباسهای مردم را میشستم، ای کاش که غسال میبودم، ای کاش که از دسترنج و از مزد دست خودم میخوردم هر روز. و بعد میگوید ای کاش که مسئولیت مسلمانان به دوش من نمیبود. هنگامی که این خبر به ابو حازم رسید، گفت الحمدلله که پادشاهان هنگام مرگ آرزو میکنند که مانند فقرا باشند، اما فقرا هرگز آرزو نمیکنند در هنگام مرگ که مانند پادشاهان باشند. اما با وجود این که مرگ برای بسیاری ها ناخوشایند است، بسیاری از بندگان خدا هستند که مرگ به
بسیار برایشان خوشایند است. هنگام مرگ خوشحالند، مؤمنان با آمدن مرگ خوشحال می شوند. پیامبر من صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظات مرگش و در آخرین لحظاتش، حضرت عائشه می گوید سر مبارک رسول خدا در بغل ما بود، من دست خود را بر بالای سر مبارک رسول خدا کش می کردم و دعا می کردم که پروردگار پیامبرت را شفا بده، پروردگار پیامبرت را شفا بده. دیدم پیامبر چشمان خود را باز کرد، گفت لا، گفت لا، بل اسأل الله الرفیق الاعلى مع جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. نه خیر، من رفیق اعلا را می خواهم، همراه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل می خواهم. باشد. هنگام وفات حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه، از شوق زیاد ناطاقت بود، همسرش گریه می کرد، گفت گریه نکن همسرم، غدا نلقی احبه محمدا و صحبه، فردا ما به ملاقات محمد می روم، او و یارانش را ملاقات می کنم، تو گریه نکن. ابو بکر بن عیاش رحمه الله هنگام وفات فرزندانش بر او گریه می کردن، گفت فرزندانم گریه نکنین، چه فکر میکنین که الله 40 سال عمر مرا ضایع میکند؟ والله در کنج این خانه هر شب در مدت 40 سال یک بار قرآن را ختم کردم. سپس گفت یا بنیه لا تعصی الله فی هذه الحجره، فرزندانم در این اتاق خدا را نافرمانی نکنین، گناه نکنین، فوالله لقد ختم ابوك فيها القرآن 18,000 مره، قسم به الله که پدرت در این اتاق 18,000 مرتبه قرآن را ختم کرده است. عزیزان، مرگ در شکل و صورتش یکی است، همه ما میمیریم، همه ما میچشیم مرگ را، اما یادتان باشد که مرگ ذائقه های مختلف دارد، فرق میکند مرگ انسان مؤمن با مرگ انسان کافر. در حدیث آمده است روح انسان مؤمن چنان خارج میشود مانند قطره آبی که از دهن مشک می چکد. عزیزان، با وجود این ما منع شدیم از این که آرزوی مرگ را داشته باشیم، از این منع شدیم. فرمودن ان حضرت صلی الله علیه و سلم لا يتمنين احدكم الموت، هیچ کسی آرزوی مرگ را نکند، اما محسنا فلعله يزداد خيرا، اگر نیکوکار باشد ممکن در خیرش افزایش بیاید، کارهای خیر را انجام بدهد، اگر انسان نیکوکار باشد، و اما مسیئا فلعله ان یستعتب، و اگر انسان گناهکار باشد ممکن در لحظات ما بقیه عمرش توبه بکند و برگردد به سوی الله سبحانه و تعالی. لذا آرزوی مرگ را کسی نکند. ما در روایت مسلم داریم که ان حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، قسم بان ذاتك نفس من در اختیار اوست دنیا نمی رود، یعنی دنیا از بین نمی رود، قیامت برپا نمی شود، حتی يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، تا اینکه یک نفر بر بالای قبر تیر می شود و خدا بر بالای قبر می اندازد و غلط می خورد و یقول و می گوید یا لیتنی کنت مکان صاحب القبر هذا القبر، و می گوید ای کاش که ما به جای این قبر می بودم، کاش که ما به جای این صاحب این قبر می بودم. و لیس به الدین الا البلاء، این آرزویش به خاطر این نیست که مصیبت در دین او آمده است، بلکه آزمایش ها زیاد سخت است، مصیبت ها بر او آمده است، مشکلات بر او آمده است، حوادث و بلاهای دنیوی بر او آمده است که او چنین آرزو را می کند. یعنی این که او آرزو می کند که ای کاش که مانند این صاحب قبر می بود، این آرزوش به خاطر تقربا الی الله نیست، بلکه این آرزوش به خاطر آزمایش ها و امتحانات است که بر او آمده است. وقتی که حلال حرام شود و حرام حلال شود و انسان های نادان در مورد دین گپ بزنند و از خود فتوا صادر کنند، منکرات و فحشا عام شود و هر روز مردم از دین فاصله بگیرند و هر کسی که به بازار می رود مسلمان از مسلمان بترسد که مرا فریب ندهد، مسلمان از مسلمان می ترسد که خیانت در مورد من شود، وقت است که بعضی ها آرزوی مرگ می کنند.